سرخط خبرها. فعالان آموزش از جهان خواستند برای بازگشایی مکاتب دختران بر طالبان فشار دیپلماتیک اعمال کند. دفتر اوچا میگوید بحران مالی روند کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را تهدید می‌کند. خودکشی یک دختر 18 ساله در ولایت جوزجان. در پی حمله بر نظامیان پاکستانی 30 تن کشته و زخمی شدند. علی خامنه‌ای گفته است غرب مردم اوکراین را به کشتن می‌دهد که آمریکا سلاح بفروشد. روسیه می‌گوید در صورت استفاده اوکراین از بمب خوشه‌ای از تسلیحات مشابه استفاده می‌کند. و رهبران کشورهای عضو ناتو از ایران خواستند حمایت از روسیه در جنگ اوکراین را متوقف کند. با چند خبر تازه و مهم خوش آمدید. مشروع خبرها. فعالان آموزش از جهان خواستند برای بازگشایی مکاتب دختران بر طالبان فشار دیپلماتیک اعمال کنند. در حالی که بیش از 660 روز از بسته ماندن مکاتب برای دختران دوره متوسطه و لیسه سپری می شود، دادخواهان آموزش دختران در یک نامه سرگشاده به ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان خواستار وارد کردن فشار دیپلماتیک بر طالبان شدند. 30 شبکه و سازمان حقوق بشری و 314 تن از فعالان مدنی، معترضان، خبرنگاران و دانش آموزان این نامه را امضا کردند. آنان در این نامه گفتند که تداوم ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان منجر به ناامیدی و سرخوردگی دختران شده است. بنابراین نیاز است که جامعه جهانی بر اساس مسئولیت، جایگاه سیاسی و تعهداتش از حقوق دختران افغانستان حمایت کند. اوچا میگوید بحران مالی روند کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را تهدید می‌کند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل در افغانستان یا اوچا از شکاف مالی در کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان خبر داده است. دفتر اوچا امروز چهارشنبه 21 سرطان با نشر گزارش اعلام کرده است که شکاف مالی کمک‌های بشردوستانه افغانستان را تهدید می‌کند. این نهاد همچنان گفته است که تا ماه جون سال جاری میلادی فقط 9% از 4.6 میلیارد دلار مورد نیاز برای کمک رسانی به افغانستان در طول سال 2023 را دریافت کرده است. اوچا در گزارش خود افزوده است که علاوه بر این 90% از بودجه مصرف شده در 5 ماه اول سال جاری میلادی که حدود 850 میلیون دلار می شود از بودجه سال گذشته انتقال یافته است. خودکشی یک دختر 18 ساله در ولایت جوزجان. مسئولان محلی طالبان در جوزجان میگویند که یک دختر 18 ساله در ولسوالی خواجه دوکوه این ولایت خودش را حلق آویز کرده و به زندگیش پایان داده است. عبدالستار حلیمی سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در جوزجان میگوید که این دختر جوان عصر روز گذشته در روستای ایماق در ولسوالی خواجه دوکوه خودکشی کرده است. و ای میگوید که این دختر رحیمه نام داشت و به دلیل بیماری عصبی و افسردگی خودکشی کرده است. منابع محلی نیز این رویداد را تایید کردند، اما در مورد عوامل و انگیزه آن جزئیاتی ارائه نکردند. در پی حمله بر نظامیان پاکستانی 30 تن کشته و زخمی شدند. رسانه‌ها با نقل از مقامات پاکستانی گزارش دادند که در یک حمله بامداد امروز چهارشنبه 21 سرطان 10 نظامی این کشور جان باخته و حدود 20 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس اطلاعات مقامات پاکستانی این حمله در منطقه ژوب از مربوطات بلوچستان رخ داده است. پس از وقوع این حمله گروه جدید به نام تحریک جهاد پاکستان مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. علی خامنه‌ای میگوید غرب مردم اوکراین را به کشتن می‌دهد که آمریکا سلاح بفروشد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران گفته است که غرب ملت بیپناه اوکراین را به کشتن می‌دهد تا آمریکا سلاحش را بفروشد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به نقل از آقای خامنه‌ای در توییتر افزوده است که غرب هند را سالهای متمادی استعمار کردند و بر مردم ظلم کردند. رهبر مذهبی ایران اضافه کرده است که فرانسوی‌ها نیز در الجزایر بیش از 100 سال جنایت کردند. وی تأکید می‌کند که فرانسه با دموکراسی که در خدمت آنان نباشد 100% مخالف است. روسیه گفته است در صورت استفاده اوکراین از بمب خوشه‌ای از تسلیحات مشابه استفاده می‌کنه. رویترز در گزارش نوشته است که سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه امروز گفته است که اگر ایالات متحده برای اوکراین بمب خوشه‌ای بفرستد تا علیه نیروهای روسی استفاده کند، مسکو نیز مجبور خواهد شد از تسلیحات مشابه استفاده کند. وزیر دفاع روسیه هشدار داده است که کشورش بمب خوشه‌ای در اختیار دارد اما هنوز در جنگ با اوکراین استفاده نکرده است. قابل ذکر است که آمریکا هفته پیش اعلام کرد که قصد دارد بمب خوشه‌ای در اختیار اوکراین بگذارد. این اقدام آمریکا با واکنش‌های گسترده مواجه شده است. و رهبران کشورهای عضو ناتو از ایران خواستند حمایت از روسیه در جنگ اوکراین را متوقف کند. اعضای پیمان ناتو روز گذشته گفتند که به شدت نگران فعالیت‌های مخرب ایران در قلمرو متحدان این پیمان هستند. آنها از تهران خواستند که حمایت نظامی خود از جمله فراهم کردن تیاره‌های بدون سرنشین بر روسیه را متوقف کند. در پایان روز اول اجلاس سران سیویک عضو ناتو در لیتوانیا در بیانیه مشترک از ایران خواسته شده است که از حمایت نظامی خود از روسیه به ویژه استفاده از تیاره‌های بدون سرنشین دست بردارد. بر اساس این اعلامیه بر اثر استفاده از تیاره‌های بدون سرنشین ساخت ایران از سوی روسیه غیر نظامیان کشته و زخمی می‌شوند. ایران تاکنون در مورد نگرانی کشورهای عضو ناتو چیزی نگفته است.